فرگرد نخست شناخت گرگ های جنگل نبرد با ترس. رنگ سپهر در کرانه باختری به سرخی کشید و شب به آرامی از سوی دیگر آسمان دامن تاریک خود را بر جنگل دشت بو کشید. صدای جیرجیرک ها و جغد ها با صدای حرکت آب رودخانه نوای دلنشینی ساخت. دخترها شاد و آوازخوان از کنار رودخانه کوچک میان جنگل به خانه دورسا می رفتند. اسبهایشان را در خانه دورسا گذاشته بودند و از آنجا می خواستند به شهر بروند. دورسا جلوتر از همه با یک آتشدان بزرگ به پیش می رفت و نیکی دیبا آذر می دخت و آخرین نفر یوتاب از پی او می آمدند. حال یوتاب بد بود و سرگیجه داشت. دورسا با صدای بلند داد زد: از کلبه چوبی دیر را افتادیم و هوا گرگومی شده است. از اینکه یوتاب با ماست خوشحالم و از چیزی نمی ترسم، ولی امیدوارم حیوان وحشی که گفتم به تازگی این دورو برآمده است نبینیم. ولی اگر دیدید نترسید، فرار نکنید، بدون نگاه کردن به آن به راهتان ادامه دهید. ولی کسی به جز یوتاب سخنان او را جدی نگرفت. نیکی به دورسا گفت: چه خوب که پدرتان پیش از مرگ شما و برادرتان هرمز را به دست مهراز بزرگ ماوندات سپرد و شما مهرازی آموختید. دوست دارم شما و خانوادهتان هرچه زودتر از این روستا بیرون بیایید و در کوی اندیشمندان خانه بگیرید. بدینسان می توانید همکاری بیشتری با استاد خود داشته باشید. پس گوسفندان و خانه را چه کنیم؟ بازرگان گوسفندان را می خرد و خانه را در همونجا رها کنید. هر وقت خواستید می توانید به آن سر بزنید. باید از مادر و برادرم هم بپرسم. پیشنهاد خوبی است. بیگمان آنها هم می پذیرند. مادرم زندگی شهری را دوست دارد. همه کارها از پیش هماهنگ شده است. تنها به یکی از خدمتکارهایم میگویم که خانه نو را به شما نشان دهد. دورسا با خوشحالی لبخندی زد، سپاسگزاری کرد و چوب دستی بلندش را روی شانه‌هایش گذاشت و به راه افتاد. یوتاب دستی به پیشانی کشید و عرق جبین را زدود. احساس خستگی شدیدی داشت. نیکی به پشت سر خود نگاه کرد. یوتاب، ناخوش هستید؟ کمی سرگیجه دارم، آزرمیدوخ گفت. فکر کنم نوشیدن می ناخوشتان کرده است. هیچ وقت می نمی خوردید. نمی دانم.